بولا تینوبا رئیس جمهور نیجریه روز سهشنبه دستور داد تا تحقیقات کاملی درباره حمله اشتباه پهباد ارتش این کشور که به کشته شدن دست کم 85 نفر از جمله زنان و کودکان روستایی در شمال کادونا منجر شد انجام شود با هم گزارش علی اکبری را ببینیم به گزارش فرانس 24 برخورد های ارتش نیجریه به روستای تودومبری به مرگ دست کم 85 تن از مسلمانانی شد که در مراسم عید شرکت کرده بودند در پی این حادثه بولا احمد تینوبو رئیس جمهور نیجریه ضمن ابراز خشم از وقوع این حادثه دستور تحقیقات در این زمینه را صادر کرد در بیانیه ی دفتر ریاست جمهوری نیجریه آمده از رئیس جمهور تینوبو این حادثه را بسیار شوم آزاردهنده و دردناک توصیف کرد و با ابراز خشم و اندوه خواستار آغاز تحقیقات در این باره شده است ارتش نیجریه آمار دقیق قربانیان را ارائه نکرده است اما به گفته ی ساکنان این روستا دست کم 85 نفر که عمده آنها زنان و کودکان بودند کشته شدند سخنگوی ارتش نیجریه در این رابطه گفت که نیروهایی که در حال انجام گشتهای هوایی بودند افرادی را مشاهده کردند و به دلیل تحلیل اشتباه آنها را شبه نظامیان و راهزن تصور کرده و با پهباد به آنها حمله کردند حمله پهبادی اشتباه ارتش نیجریه در اواخر روز یک شنبه به تودنبری دهکده ای در شمال غرب نیجریه جان ده ها روستایی را که در یک مراسم عید دور هم آمده بودند گرفت و ده ها زخمی بر جای گذاشت سازمان ملی مدیریت بحران نیجریه در بیانیه ای اعلام کرد دفتر منطقه شمال غرب درباره مرگ 85 نفر و ادامه جستجوها برای یافتن اجساد بیشتر جزئیاتی از مقامات محلی دریافت کرده است نیروهای مسلح نیجریه به طور معمول برای مبارزه با شبه نظامیان و گروه های تروریستی مستقر در شمال غرب و شرق این کشور از حملات هوایی بهره میبرند گفتنی است که گروه های شورشی و تروریستی در نیجریه با حمله به روستاها اقدام به گروگانگیری می کنند و در پی این درگیری ها بین این گروه ها و ارتش نیجریه از سال 2009 تا کنون بیش از چهل هزار نفر جان خود را از دست دادند. به طوری که بمباران های ارتش نیجریه پیشتر نیز به اهداف غیر نظامی برخورد کرده بود. فرمانده ارتش نیجریه روز سهشنبه از روستایی تودومبری دو از, دیدو از ساکنان آن بابت حمله هوایی اشتباه عذرخواهی کرد در بیمارستان کادونا که مجروحان تحت درمان بودند او قول داد که هزینه درمان مجروحان را تقبل کرده و صورت حساب آنها را پرداخت کند کادونا در 163 کیلومتری شهر آبوجا پایتخت و میان ایالتهای شمال غربی و شمال مرکزی قرار دارد که با آدم ربایی و کشتار شپ نظامیان دست و پنجه نرم میکنند شمال غربی نیجریه یکی از پرهرج و مرج ترین مناطق این کشور آفریقایی است تخمین زده شده که سی هزار راهزن مسلح در این منطقه حضور دارند مقام های دولت نیجریه اعلام کردند که راهزنان با گروه تروریستی حرام در ارتباط هستند بوکو هرام در سال 2009 یک شورش و جنگ خونین را در شمال شرقی نیجریه به راه انداخت و به تدریج دامنه حملات خود را به کشورهای همسایه گسترش داد. این گروه تروریستی همچنین در سال 2015 ارتباط و بیعت خود را با گروه سنی های تندرو داعش اعلام کرد. سازمان مدیریت امداد نیجریه آمار رسمی کشته شدگان را 85 نفر و 66 مجروح اعلام کرد. شاهدان گفتند که شمار بیشتری کشته شدند. بنابر اعلام دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل در نتیجه فعالیت های تروریستی یک دهه اخیر بوکو حرام در نیجریه بیش از 30 هزار نفر کشته و نزدیک به 3 میلیون تن بی خانمان شدند.